وظیفه ما چیه؟ شکر گذاری. اونایی که دنبال برکت در زندگی هستن اهل و شکری فی زیادتی، اونایی که شاکرن خدای زیاد میکنه. و بعد در این حدیث قدسی میفرماد و اهل و ذکری فی نعمتی، اونایی که یاد خدا زیاد میکنن، یاد خدا، توجه به خدا. یاد خدا فقط لفظ خالی مهم نیست، تا لقلقه زبان من زبانم بگه سبحان الله ولی دلم جای دیگه باشه. گفت به قول سعدی هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. ذکر یعنی توجه، یعنی یاد قلبی. ذکر زبانی هم یه تلقینیه که قلب ما بیدار بشه، توجه به خدا بکنه. در دعای کمل میخوانیم که یا من اسمه دوا و ذکره شفا. نام خدا، اسم خدا دواست، مثل قرصی که مسکنه، خلاصی آرامشی میده. گفتن اسم خدا یه آرامشی میده، ولی اونی که شفا میده چیه؟ یاد و توجه به خداست. ذکر یعنی یاد قلبی، توجه قلبی، پیوند قلبی. الان نمازی که ما اقامه میکنیم چه مقدارش قبوله؟ هر مقداری که دل شما حاضره، توجه شما در نماز با خدا هست. بدن ما حاضره، زبانمونم ذکر میگه، قنوت میخونه، رکوع میگه، سجده میره، تشهد میخونه، امام جماعت یا ما نماز فرادا هم میخونیم، زبانمون و بدنمون مشغوله، ولی دلمون کجاست؟ ما حدیث داریم که بعضیا از نماز یک چهارم، یک پنجم، یک دوم، یک سوم، بعضیا هیچیش. اون مقداری که توجه و قلب حاضره که ذکر واقعی، توجه قلبیه. اونهایی که قلبن متوجه خدا هستن همیشه در نعمت خدا غرقن، خدا نعمت رو به اونها سرازیر میکنه. یاد خدا و توجه به خدای متعال. یک دعای قشنگی دیدم که یکی از درخواستا اینه که و نقلنی من ذکری الی ذکرک، خدایا از یاد خودم منو به یاد خودت منتقل کن. ما همش حواسمون به خودمونه، یعنی من پرستیم، خود پرستیم، 70 سال دور خودمون میچرخیم. اگه از خودمون بیایم بیرون دور خدا بچرخیم، همه مشکلات حله. یعنی ذکر خدا حلال مشکلاته. یعنی که خدا این تعبیر بلند رو الا به ذکر الله، نه اینکه لفظی و زبان آرامش نمیاره ها، قلبت از جای دیگه بریده بشه، به خدا وصل بشه و توجه قلبی به خدا آرامش میده. نمیگه اسم خدا آرامی، میگه ذکر خدا. ذکر یعنی یاد، یعنی توجه. من اگه اسم شما به زبانم بیاد بره، حواسم به شما نباشه، این شما رو یاد نکردم. وقتی شما رو یاد کردن که با قلبم متوجه شما بشن، توجه قلبی به شما بکنم. هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. انشاءالله قلبمون با خدا باشه، توجهمون، توجه به نماز نمازه، توجه به شما ارزشمنده. این که من همه قلب و جانم توجه به شما داشته باشم. جمله آخر این حدیث قدسی خیلی مهمه، که بیشتر مسئله در همون جمله های آخره. اونهایی که تحت فرمان خدا هستن مهمان خدا هستن، اونایی که اهل شکرن زیاد میشه نعمت ها، اونایی که یاد خدا غرق در نعمت هم. اما اونایی که گرفتار گناه و معصیت هم، خدای مهربان ارحم الراحمین میفرماد و اهل و معصیتی لا اعایسهم من رحمتی، ان تابوا فانا حبیبهم و ان دعوا فانا مجیبهم و ان مرضوا فانا طبیبهم. اونایی هم که معصیت و گناه گرفتار شدن، از رحمت من ناامید نشن، من اونا رو از رحمت خودم ناامید نمی کنم. اگر توبه کنن که من دوست اونا هستم، محبوب منن، اگر دعا کنن من اجابت میکنم، اگرم مریض بشم من طبیبشون هستم. چقدر خدا به گناهکارها نظر داره، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه.
یعنی برای این خدا هر چی آدم مایه بذاره هستیش هم بده کاری نکرده، که اینقدر خدا برای بندش لطف و عنایت سرازیر میکنه حتی برای گناهکارا. این حدیث نورانی که حضرت موسی علی نبی و علی علیه السلام به خدای متعال عرض کرد یا اله العالمین، ای خدای علما، جواب آمد لبیک. عرضه داشت یا اله العابدین، ای خدای عبادت کننده ها، جواب آمد لبیک. عرضه داشت یا اله العاصین، ای خدای گناهکارها، چند بار جواب آمد لبیک لبیک. حضرت موسی تعجب کرد، من میگم خدای علما یک بار لبیک، خدای عابدان یک بار، یعنی اونایی که خوبن، خدای بعدها گناهکارا چند بار میگی لبیک؟ یعنی خیلی تحویلم گرفتی. این یه رمزیه. عرض کرد بار پروردگارا چرا اله العاصین چند بار خطاب شد؟ ای موسی، عالم دلش به علم خوشه، دلش به علم خوشه، عابد به عبادت دلش خوشه، ولی بنده نادم پشیمان گناهکار دل شکسته است، دستش خالیه. آدمی که زمین خورده دست خالی بیچاره گرفتاره باید بیشتر حواسمون باشه. اگه شما 5 تا فرزند داری خدا انشالله بیشتر کنه، 4 تا بچه ها سالم و صحیح، یکیش مریضه حالش بده، حواستون به اون مریضه است دیگه. گناهکار مریضه، خدا بهش یک لطف و عنایتی میکنه که از اون مریضی و گرفتاری بیاد بیرون دیگه، از رحمت خدا دور نشه. یک حدیث زیبایی است از امام سجاد علیه السلام در سفینه محدث قمی آورده. حسن بصری یک شعاری آماده کرده بود که میگفت العجب کل العجب ممن نجا کیف نجا، یعنی خیلی تعجبه، خیلی جای شگفتیه، کسی که نجات پیدا میکنه چجوری نجات پیدا میکنه، یا همچین حرف، یعنی همه از بین میرن یه کسی هم نجات پیدا میکنه رستگار میشه، خیلی جای تعجبه. به امام سجاد علیه السلام این حرف رو انتقال دادن، این شعار رو. حضرت من این حرف غلطیه، 180 درجه برش گردوندن، فرمودن العجب کل العجب ممن هلک کیف هلک مع سعت رحمت الله، یعنی جای تعجب و شگفتی نیست از اینکه کسی هدایت پیدا میکنه نجات پیدا میکنه، نه، با وسعت رحمت خدا جای تعجب همه شگفتی ها اینجاست که با این همه رحمت الهی چطور میشه کسی هلاک بشه، کسی جهنمی بشه، این جای تعجبه. یعنی کسی جهنمی میشه جای تعجبه، بعد بهش میره بر مسیر رحمت الهی که تعجب نداره. رحمت الهی گسترده است. دعای کمل میخوانید و به رحمت کلتی وسعت کل شی، ما خدا را به رحمت الهی میخوانیم که رحمت الهی به همه موجودات و عالم وسعت داره و همه ما هم شییم دیگه. و به رحمت کلتی وسعت کل شی، بگو خدا منم شیم، یه مخلوقم، مملوکم، هیچی ندارم، رحمت الهی. و لذا می فرماید اهل معصیتی لا اعایسهم من رحمت، اگرم کسی دچار گناه معصیت شد من اونا رو از رحمت خودم ناامید نمی کنم، دور نمی کنم. ببینید برادرهای حضرت یوسف علی نبی نا و علی و علیسام هم پدرشون پیغمبر حضرت یعقوب بوده، هم برادرشون یوسف پیغمبر. بدترین گناهان کبیره ما حدیث داریم دوتاست، یکی عاق والدینه، یکی قطع رحمه، از گناهای خیلی خطرناک که خدا زودم عقوبت میکنه و خیلی خطرناکه. انشالله تو جمع ما کسی نباشه که عاق والدین باشه یا قاطع رحم. در 3 جای قرآن خدا لعنت کرده قاطع رحم رو. امام صادق علیه السلام در موقع احتضار فرمودن که خدای متعال بهش رو که خلق کرد معطر کرد به عطری،
بوی بهشت، اطراف بهشت به مسافت 500 سال راه پخش میشه. یعنی هزارها کیلومتر قبل از اینکه اهل بهشت برن بهشت، بوی بهشت، نسیم بهشتی به مشامشون میخوره. بعد امام صادق علیه السلام فرمود دو دسته هستن نه بهشت نمیرن، بوی بهشت به مشامشون نمیرسه. این اینقدر از بهشت هزارها کیلومتر دورن، فاصله دارن. کیان؟ قاطع رحم، عاق والدین و قاطع رحم، کسی که پدر مادرش رو اذیت و آزار میکنه، به ناحق آزار داده، اونا ناراضین، ناراحتن، نفرینش میکنن، یا قطع کرده با پدر مادر، یا کسی که قطع رحم کرده با بستگان و فامیلش قطع کرده، ولو فامیل بد باشن، پدر مادرم بد باشن، چون از مواردی که استثناء درش نداریم پدر مادر و رحمن، هر چقدر بد باشن قطع جایز نیست. حالا فامیلی که دوره یا خیلی نزدیک نیست، حالا آدم پیام یا تلفن قطع نباید بکنه. برادرهای حضرت یوسف هم پدر رو آزرده کردن، یعنی عاق والدین، هم برادر رو اذیت کردن، قطع رحم، دو گناه بزرگ. ولی آخر سر پشیمان شدن، برگشتن، عذرخواهی کردن، هم خدای بزرگ اونها را آمرزید، هم حضرت یعقوب پیغمبر اونها را آمرزید، بخشید، و هم یوسف صدیق. تو روایت داریم در ذیل این آیه مبارکه سوره حضرت یوسف علیه السلام، آمدن به پدر گفتن یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین، بابا برای ما استغفار بکن. اینه که ما به دیگران بگیم برای ما دعا بکنن یا التماس دعا میگیم، یکیش سندش همین سند قرآنیه. بچه های حضرت یعقوب به بابا گفتم شما برای ما استغفار بکن، طلب آمرزش بکن، برای ما دعا بکن. یا به حضرت موسی خدا فرمود به زبانی که گناه نکردی دعا بکن. عرض کرد ممکنه با زبان گناه که فهمیدم، با این زبان برای خودت گناه کردی، برای دیگران که گناه نکردی، برای دیگران دعا بکن. هم به ما میگن برای دیگران دعا کنیم، هم به دیگران میگن به شما التماس دعا بگن، چون شما در حق دیگران که برای خودت گناه کردی. به پدر گفتن برای ما استغفار بکن. حضرت یعقوب فرمود سوف استغفر لکم، همون موقع براشون استغفار نکرد، فرمود من بعدن استغفار میکنم. چرا؟ امام صادق سلام الله علیه فرمود چون جرم و گناهشون سنگین بود، واقعا هم 40 سال پدر رو اذیت کردن، خانواده رو تو زجر و شکنجه گذاشتن، برادر رو تو چاه انداختن، مبتلا شده به بندگی و بردگی، بعد زندان چندین سال. خیلی عجیبه آقا، خیلی عجیب. ما اگه بودیم چیکار میکردیم؟ بیایم گذشت رو از قرآن، خذ العفو، نمیگه عفو بکن، یعنی عفو همیشه دائم با شما باشه، میگه عفو رو بگیر. یه چیزی آدم خیلی دوست داره، با همه وجودش میگیره، با همه وجودش میگیره. خذ العفو، عفو. حضرت یعقوب علیه السلام فرمود صبر کرد تا شب جمعه بشه، شب جمعه برای اونا استغفار کرد، اونا بخشیده شدن، خودش هم حق خودش رو بخشید. ما هم همینطوری باشیم. به حضرت یوسف علیه السلام آمدن برادر عذرخواهی کردن، تالله لقد آثرک الله علینا و ان کنا لخاطئین. آمدن پیش حضرت یوسف، وقتی شناختن گفتن خدا تو رو بر ما مقدم کرده، ما خطا کردیم، نفهمیدیم. من متاسفانه خیلی ما پیام داریم که بعضیا سر هیچی خواهر برادر با هم قهرن، یا فامیل، یا دوست، یا همسایه، من دعوت نکرده، جواب سلام من دیر داده، نمیدونم تحویلم نگرفته، فلان جا بی محلی کرده، چنین کرده، سر چیزایی که واقعا آدم شرم داره اصلا از گفتنش. برادرهای یوسف چه کردن با یوسف پیغمبر؟ یکیش فقط 18 سال گوشه زندان بوده. 40 سال انسان مفقود الاثر باشه، چی به سر خانواده میاد؟ با عصبانی کیا بودن؟ همین برادرها بودن، حسادت کردن.
ولی به پدر گفتن، به برادر گفتن گیر دادن، اینا بخشیدن. یاد بگیریم حضرت یوسف فکر نکنید فقط جمال ظاهری داشته، این صفات روحی و معنویش خیلی فوق‌العاده بوده. زلیخایی که این همه اذیت و آزارش کرد بعد اومد همسر خود یوسف شد، تهمت ناروا بهش زد دیگه، تهمت فحشا و دست دراز کردن به یک زن شوهردار. نگو من خطا کردم، انداخت کردن یوسف بنده خدا، ولی حضرت یوسف بهش گیر داد، اذیتش کرد، پیر شد، زمینگیر شد، ازش گذشت کرد، از دعا کرد، جوان شد، همسری هم رو گرفت. ببین این اخلاق و صفات یوسفی، فاطمی، علوی، اخلاقی که پیغمبر، امامهای ما به ما ارائه دادن، گذشت، چیزی که در گذشته است، پیغمبر خدا فرمود خدای متعال همه را میامرزه الا دوتا مؤمنی که با هم قهرن، کینه دارن، با هم قهرن، اختلاف دارن، دعوا دارن، اینا پروندهشون رو بایگانی میکنن، نماز روزها قبول نمیشه، استغفار قبول نمیشه، العف بی العف تا برن آشتی کنن. بیم از حضرت یوسف یاد بگیریم، سر یک مال دنیا، سر یک آبروی، حرفی بگو مگوی، حالا غیبتی، تهمتی، دیگه از ابتلای حضرت یوسف میخوام بگم بالاتره. 40 سال شکنجه دادن یک کسی رو، از خانوادش دور کردن. خدا دوست داره. همین تازگی تو حرم یکی من دید گفت آقا این حرف شما باعث شد من از تمام اونایی که بهشون حق دارن، ازشون طلب داشتم، مال منو خوردن، آبرو منو بردن، چه مردن، همشونو بخشیدم. گفتم من برای طبق رواج ضمانت میکنم خودم تو رو میبخشه. گفت ممکنه بعضی هم از من طلبکار داشت. گفتم اونایی که طلب دارن، مالی، ارزی، آبروی، میتونی اونایی که توان داری بده، اونایی که توان نداری بلا شک خدا تو رو میبخشه. یک علامت توبه واقعی و آمرزش واقعی اینه که خود ما رو هم آمرزنده میکنه، خود ما رو هم اهل گذشت و عفو میکنه. اگر شما از دیگران گذشتی شک نکن، خدا هم از تو میگذره، خدای بزرگ طلبکارات هم راضی میکنه، به شرطی که شما حقوقشون اون مقداری که میتونی بدی و واقعا هم پشیمان و منفعل باشی، بلا شک خدا همه اونا رو هم راضی میکنه، شما رو هم میبخشه. ولی اگر من میلیون میلیون میلیارد گناه کردم، میگم خدایا ببخش، اما 10 نفر پای منو لگد کردن، من حاضر نیستم با اینا آشتی کنم، حاضر از حق خدا، از یه مالی آبروی بگذرم. خدا میگه خیلی رو داری واقعا، تو 100 تا حق حاضر نیستی بگذری، اما میلیون میلیون گناه میگی ببخش. اگه میخوای ببخشم، ببخش تو من ببخشم، بگذر تو بگذرم. کما تدین و تدان، حدیثه، یعنی هر جور که مزد به دیگران بدی همون جور هم به شما مزد میدن، همون جوری که با دیگران رفتار بکنی همون جور هم با شما رفتار میکنن. بگذری میگذرن، سخت بگیری سخت میگیرن، آسان بگیری آسان میگیرن، گذشت کنی گذشت میکنن. علامت عفو خدا، آمرزش خدا، غفار، ستار، از هر الجمیل ستر، همش صفاتی که ما را جلب میکنه به طرف خودش. و یک صفتی از خدا باید در ما بیاد دیگه. خدا بخشنده، ما هم بخشنده باشیم، خدا مهربان، ما هم مهربان باشیم، گیر ندیم. اگر شما گذشت کردی هیچ شک نکن، خدا هم از شما میگذره. حضرت یوسف علیه السلام این همه فشارهایی که در زندگیش تحمل کرد، تو چاه و بردگی و غلامی و نوکری و زندان، خیلی سخته. یک روزش سخته، یک هفته، 18 سال، حالا تفاوتهایی که گفتن کمتر بیشتر، برای ما عددش مهم نیست، اصل کار مهمه. 18 سال گوشه زندان، کی باعث شده اینا باعث شده؟ خیلی سخته 18 سال. حالا آمدن میگن تالله لقد آثرک الله علینا و ان کنا لخاطئین، به خدا قسم شما رو خدا بر ما مقدم کرد، ما خطا کردیم، اشتباه کردیم، نادانی کردیم.